هیئت دیپلماتیک ایرانی لبخند بر لب و به نظر راضی سومین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را ترک می‌کند. مذاکراتی که قرار است راه ایران و غرب را در رسیدن به توافق نهایی هموار کند. این دور از مذاکرات به گفته طرفین بر جزئیات مسائل مورد اختلاف ایران و پنج به علاوه یک متمرکز بود. ایران میگوید با عزم و اراده سیاسی از سوی کل نظام در این مذاکرات شرکت میکند و در صورتی که طرف مقابل حسن نیت به خرج دهد، رسیدن به توافق جامع در مدت باقی مانده از توافق ژنو امکان پذیر است. مهمترین گام در پایان دادن به 10 سال مناقشه هسته‌ای ایران در این مرحله از گفتگوها، تدوین و نگارش متن توافق جامع است. کاری به گفته طرفین مذاکره کننده سخت و دشوار. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید درباره 50-60% پیشنویس نهایی توافق داریم، ولی بخش‌های مختلف باقی مانده بسیار مهم هستند و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرند. هنوز کار جدی مفصل نیاز هست تا اینکه اختلافاتی که در این زمینه به صورت طبیعی وجود داره مورد بحث و بررسی قرار بگیره و کار به پیش بره. ما در این مرحله وارد مرحله بعدی مذاکرات میشیم که در اون مرحله تلاش میکنیم فاصله ها رو کم بکنیم. اکنون به مرحله آینده مذاکرات راه خواهیم یافت که طی آن به تلاش برای اتفاق نظر و کاهش اختلافات می‌پردازیم تا امکان دستیابی به توافقی جامع حاصل شود. مرحله آینده مذاکرات نیز همینجا در وین از 13 مه آغاز خواهد شد. یک مقام ارشد مذاکره کننده امریکایی هم با اشاره به اختلافات موجود میگوید نمیدانیم در حل اختلافات موفق باشیم یا نه، اما همه تلاشمان را خواهیم کرد.